شامپو نبرد. برو که دوتا بردار بریم خونه سامان. چشم. یا الله. آسامان. آسامان. سلام. سلام. آسامان. بفهم. یا الله. بفهم. نیم ساعت وقت داره جواب سوالاتو بدید. از بچه های مدرسه همین امتحانه گرفتم. معلوم میشه چقدر عقبید. خیلی عقبیم آقا. بنویسین. آقا چند وقت دیگه میاد؟ 15 روز دیگه. خیلی خوبه. شما دختر، اسمت چیه؟ هانیه. کلاس چندومی؟ پنجم. اینجا چند کلاس پنجم داریم؟ خیلی خوب. مشغول شی. سلام آقای والد. مادرم داره میمیره. میخواستم با ماشین تو محبت کنیم مال برای دکتر. پدر جان، الان من با دکتر تماس میگیرم. میگم خوش رو سریعا برسونه. اینجوری بهتره. مولی خانم. مولی خانم. بله. ستار تماس گرفت. یه مورد اورژانسی. حاضر شیم بریم. بچه ها رو چیکار میکنی؟ فرستادم پیش خانم عزیزی. من تو ماشین منتظرم. جان چیزایی که گفتم باید رعایت بکنی. نمک نخوری، قند نخوری، غذای چرب نخوری تا حالت بهتر بشه. چشم آقای دکتر. چشم آقای دکتر. یه لحظه تشریف بیاری. خب خانم سیاسنگی، یه سرون بهشون بزنید. من زیر زبانی براشون گذاشتم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید آقای دکتر. مادرم زنده میمونه؟ بله معلومه که زنده میمونه. عمرش به دنیاست. بفرمایید. ممنون. دست شما درد کنه. خیلی ممنون. دست شما درد کنه. باید نمک کمتر بخوره، قند کمتر بخوره، چربی کمتر بخوره تا حالش بهتر بشه. الان خانم سیاسنگی سرم میزنم بهتر بشه. اپل میشه؟ آفری. اورنج میشه؟ پرتقال. آفری. حالا که بلدید به شما جایزه میدم. باشه؟ باش. من برم برای بچه ها یه ذره خوراکی بخرم. نمیخواد آقای دکتر. لوسشان نکن. شما یه ذره بشینیم. معلم میام.
دست شما درد نکنه. سر شما درد نمی قابل شما نداشت. سلامت باشید. سلامت خدا باشید. خدا باشید. خدا نگهدار. چه خبر از اینجا؟ دکتر نظیر رفت قهوه خانه. سوارشو بریم دنبال شر. باش علمیم. این ماشین مالکی هست میدونی؟ این؟ همین مشکیه. این مالکی از مشتری همونه. الان زنگ میزنم بیاد بابا. دست شما درد. بفرمایی اینم جایزه بچه ها. آی دکتر هرچه زنگ بیزنم جواب نمیده. چی دکتر؟ چرا آر شدی؟ ماشین تو بردار. بار ندارم چیکار میکنی؟ آقای محترم چرا دست از سر من خانواده من بر نمیداری؟ چیکار داری تو با ما؟ چرا دست از سر زن باشی؟ یتیم ابو الباس بر نمیداری تو؟ حیبه خواهش میکنم آقای دکتر سوارشی با این آدم دارم به دهن نشی. خجالت بکش منی، خجالت بکش. چرا میخوای من فامیلم تو همین جا انگشت ما بکنی؟ چرا میخوای آبروی ما رو ببری دکتر خاله؟ اگه مرد من بود به تو یکی آبرو و بیابرو نشون میدم. شما سوارشی حیف که زیر خاکی. بفهمید سوارشی میخواد ما رو انگشتمای مردم بکنه. هستی برادر هستی. چیکار میخوایی؟ شما دیگه حرف زنی شما. آی دکتر اومد آقای دکتر شما رو به جان بچه هم قسم میدم به خاطر ما خودتون رو به درد سر نندازی. من نمیخوام از عزت و حرمت شما سر سوزنی بین مردم کم شه. نظیر حیا و آبرو سرش نمیشه، آبرویی نداره که بخواد بریزه. اما شما چی؟ من چی؟ من میترسم، ترسم برای شما آقای دکتر. از اون بتر ترسم از آبروی خودمه. اگه شما دخالت نکنین من خودم یه خاکی به سر می‌ریزم. شما از چی میترسید؟ از کدوم بی آبروی میترسید؟ نکنه به شرافت من شک دارید؟ نه آقای دکتر، من ذره‌ای به شرافت شما شک ندارم. هیچ کس به شرافت و پاکدامنی شما هم شک نداره. من باید از تو بچه در مقابل نظیر یا هر کس دیگه ای دفاع بکنم تا زمانی که هستم. عقب کشیدن و ترسیدن به معنای بی‌اعتمادی درونی من و شماست که باعث شکست و درماندگی میشه. پا پس بکشی تهمتش شروع شده. هم که حساب پاکه نباید ترسی به دل راه بده. خدا خیرتون بده آقای دکتر. همیشه پشت من و بچه هم بودیم. من اگه قلبم بدونم شما پشت من و بچه همین از هیچ کس و هیچ حرفی نمیترسم. من قول میدم. من همین قول رو به ابوالفضل دادم. خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه. با اجازه.
شده مامان؟ و دیگه عمر زندگی رسوای دالر شدیم میسم. خیلی خوب، وقت تمام شد. نفرهای اول هر ردیف برگاه رو جمع کنیم. آقا میسم برگشو نمیده. میسم تمامش کن. سلام، دست شما درد نکنه. بفرمایید. آقای امیدوار، حرفای از طرف شما شنیدم که اگه واقعیت داشته باشه، مای تأسفه. چه حرفای آقای سیگارودی؟ من تا به حال حتی یک کلمه در ارتباط با شما صحبت نکردم. اگرم حرفی باشه که قطعاً به خود شما مستقیم میگم. در باره من نه، در مورد تاریخ، درس من. مثلا چی؟ که گفتید گذشت و تاریخ به درد هیچی نمیخورن. من این حرفو زدم؟ خب شما فرمودید که گفتید بچه ها نگاهتون به جلو آینده باشه. بله، من تو کلاسم گفتم. این که حرف بدی نیست آقای سیگارودی. وقتی من به بچه ها میگم بچه ها از درس تاریخ و گذشته درس بگیرید، یه دانش آموزی پا میشه میگه آقای امیدوار به ما میگه که نگاهتون به آینده و جلو باشه. آقای سیگارودی، همون دانش آموز نگفت من تو چند جلسه قبل درباره تاریخ و گنج و شناسنامه تاریخی و هویت صحبت کردم؟ نه، در هر صورت بهتره که در محدودی درسی خودتون اظهار نظر بفرمایید. تاریخ رو بسپارید به دست تاریخدان ها. حرفای من کجا خنده دار بود؟ گذشته چراغ راه آینده هستش. خب خندتون برای چی بود؟ آقای سیگارودی، شما چقدر بد اخلاق و بد عنقی. ما واسه خندمون هم باید توضیح بدیم خدمت شما. ساسان، مک ساسان، بله بابا، رنگ روی اون ماشین رفت انقدر نسابینش. باش آقا، چشم. چه خبره؟ همینجوری میسابن 20 نفری؟ واقعا از شما میخوام آقای کاکرودی یه فکری به حال این بچه ها بکنی. چی شده مگه؟ دوتا از بچه ها رو که بردن، بعد از عیدم میخوام 5-6 تاشونو ببرم. این یه کار شدنی نی، بهار و فصل کار. همین که اجازه دادن اینجا درس بخونن، شما کلاتو بنداز بالا. اقلا از خانواده هاشون خواهش کنید یک ماه مونده به امتحانا بچه ها رو بفرستن به مدرسه. از این ور زودتر بفرستنشون. من تو این یه ماه میتونم براشون کلاس جبرانی بذارم. من تلاش خودمو میکنم ولی بعیده زیر بار بدن. من چند شدم؟ بریم داخل اعلام میکنم. آقا اگه به گوش آقا جنم برسه منو میکشه. به خدا سر نمرم خیلی حساسه، یعنی اگه نمره بد بیارم منو میکشه. واقعا؟ آره آقا، هر وقت نمره بد گرفتم تعزیلات منو توی طویله زندانی میکنه. پس چرا من تا الان نیدم این کارو بکنه؟ آقا به زور خودم زور زدم که از ماشین نمره خوب بگیرم، بالای 15 بگیرم. آها، پس بذار 15 حساسه. آره آره آقا، ریاضی و زبانم خیلی برای من سخته. حق داره، این همه درست دادم، چی شد؟ ما توقع داشتم 20 بشی.
آخه آقا همیشه ریاضی زیر ده گرفتم. پس باید بهت بگم آفرین، ده شدی. وای اینجا منم باید توی طویله بخوابم. اینو بگیر. بیست شدی. اما و اما به یه شرط. آقا هر شرطی بزنی قبول میکنم. سه تا درس با من داری. سه تا درست هم به بیست میدم. خیالت از بابت آقات راحت باشه، ولی باید قول بدی با خیال راحت خوب درس بخونی. من میخوام هر امتحانی که میدی بهتر از قبل شده باشی، حتی چند نمره بیشتر بشی. اصلا نمره مهم نیست، مهم اینه که با علاقه درس بخونی و خوب متوجه بشی و یاد بگیری. قول شرف میدم آقا. بچه‌ها فقط 5 تاتون جا میشین، بقیه‌تون رو نمیتونم ببرم. جا میشین؟ ما 11 نفر بودیم جا شدیم، الان که 8 نفریم. بشینیم ببینم چطوری جا میشین. اشکال نداره، پاتو بکش تو. میچسبه بسا. بذار بچسبه، ما نباید بیرون باشه. ماشینم نترکه خوبه. فعلا با اجازت. ممنون آقا، بازم تشریف بیاریم. سامان جان، باید دقتتو بیشتر کنی. من نمیخوام فقط فرمولو حفظ کنی، باید درکشم بکنی. بله آقا. نهار میموندیم. ممنون. ساعت 10 کلاس دارم. بعد برم. بابا نامردا.
الو حجت. الو. این جای مشت دستگاه گنجیابه. دستگاه به جای اینکه گنج رو نشون بده توی این کوه ها رد ما رو زد و صورت من رو نشون داد. مزدورا هم کلنگ رو زدن. منتها به جای گنج بادم جان سیاه رسیدن. حالا خدا رو شکر یخ گذاشتن سیاه‌تر نشد. آقا گنج چی هست؟ یه چند تا کوزه و کاسه قدیمی واسه اردبوخ رو پیدا میکنن میگن گنج. الان که کاسه های خیلی قشنگتری میسازن. همین کاسه های امروز قرنها بعد میشه گنج. اما بچه ها، میثم سوال خوبی کرد. گنج چیه؟ چطور میشه های کاکروجی؟ بچه های من تو جلسه تاریخ عقبن. بعدی کلاس ایشون کلاس منی. اگه میخواد تقویتی بذاره بذاره غروب. آقای سیگارودی ایشون از شما خواهش کردن. اگه تقویتی میخوام بذاره بذاره برای کلاس دهم، منم برم سر کلاس خودم. بسیار خب، حالا که اصرار دارین شما ساعت بعد به کلاس خودتون برسید. ممنون از تو شما. پس به اشیاء و وسایل قدیمی به این دلیل در حال حاضر گنج میگن، چون که هویت تاریخی، نحوه زندگی اجتماعی، روانشناسی، جامعه شناسی و حتی دین پژوهی آن سرزمین را نشان میدن. این آثار به جا مانده چی شده آقای مدیر؟ زمانی کاسه‌ای بوده برای آب خوردن، شمشیری برای دفاع یا نیزه‌ای برای شکار، امروز شناسنامه تاریخی ملت ما هستند. حالا تصور کنید هنرمندانی یا صنعتگرانی بودند که آثار خاصی رو تولید کردند. مثلا جام حسنلو، جام طلایی با نقش و نگار بسیار ظریف. در زمانی که به تمدن حسنلو حمله میشه، سربازی اون را در دست گرفته و برای محافظت آن را در زیر شهر سوخته پیدا میکنند و برای ما به جا میمانند. آقا شاید سربازی میخواست بدزدتش. به اونم میرسیم میثم جان. خب این آثار الان در موزه های ایران نگهداری میشن. البته متاسفانه و دردمندانه بیشترش در موزه های دنیا وجود دارن. موزه های دنیا پرند از آثار تاریخی تمدنی کشور ما. این آثار تاریخ ما رو نشان میدن. همانطور که مردان و زنان بزرگ که در تاریخ نقش دارند و میشن شناسنامه هویت ما، ابزار دست آنها گنج ما میشود و خود آن افراد گنج آفرینان تاریخی و ملی ما هستند. با همین شناسنامه هاست که ما از هویت خودمان دفاع میکنیم. مثلا همین خلیج فارس. چه خبره؟ عرب میخوان به زر به زور و پول اسمشو عوض کنن. میتونن؟ نه، هرگز. آقای کاکروجی. چرا؟ یا آقا باز پاشی کردیم تاریخ درست من. از قدیم به جا مانده. اون نقشه و آثار گنج هم. حاصل تلاش کار جغرافیدانای اون زمان بوده. تو اون نقشه و اسناد و کتاب هایی که تو تمام موزه های دنیا هست نام خلیج فارس ثبت شده. پرشین گلف. همه اون نقشه ها و آثار گنج هستن. خب اگر اون نقشه های تاریخی نبود، با تو فکر میکنم حق با آقای سیگاروجی. حالا آثار به جامانده از کدام مقاطع تاریخی زیادترن؟ از مقاطعی از تاریخ که کشورها دوره تمدن بزرگتری رو پشت سر گذاشتن. در اون دوران آثار تاریخی بیشتر و ارزشمندتری به جا مونده. علتش چیه؟ علتش انسانه. بچه‌ها، انسان‌ها تمدن ساز بودن. افکار تاریخ سازن. گنج نهایی در ما، در ذهن ما و در این سرهای پرمغز شماست. دستتون رو ببرید رو سرتون. با دو دست سرتون رو بگیرید. هر کدوم از این کله ها یک جهانه. شما هستید که تمدن می سازید. نباشید در روزگاران بعد این زمان از تاریخ بی نشان خواهد بود. گم میشه. چون که نشانه ها و آثار تاریخی حاصل فکر بشرن. به همین دلیله که با نشانه ترین اثر خود آدمه. یعنی کی؟ یعنی شما بچه ها. این همه پرحرفی کردم که برسم به این. چی؟ بله، به این خاطره که گنج فروشی برابر است با هویت فروشی ولو یه سنجاق سر. برای رسیدن به پول از گنج مغزت استفاده کن آدم. فکر کن، ایده بده، اختراع کن و تاریخ بساز، گنج بساز. بدبخت اون آدمایی که گنج واقعی رو نمیبینن. گنج فروشی اونا با فرزند فروشی چه فرقی میکنه؟ Thank you.
سرمانه نکنید جناب آقای کاکرودی. صورتت چی شده؟ رد گنجابه. سلام سعید قربان. از این بالا داری چا میکنی؟ چای فاضلاب بود. جرم بود. جرم نیست. ولی باید زیر نظر مامور و نماینده میراث بکنی. چا، پی خونه، هر چیز دیگه ای. خب شما خودتون به مامورای میراث بگیدی. نمایندهش آقای امیدواره. همه میدونن. و همه شوراها ابلاغ شده. تو نمیدونی؟ بیسم. برو با آقای معلم بگو بیاد فاضلاب خونه ما رو نظارت کنه. با طعنه حرف نزن نزیر، بخواد جلوی عفاری تو میتونه بگیره. زنه بایستانی نگاه میکنی، برو برش دار بیار. سلام آقای صدقی. سلام. خانواده خوب هستن؟ فرمان شد. بفرمایید. شما دارم. خواهیش من. چایی بخور. بفرمایید. سلام آقا. سلام ایسم جان، خوبی؟ کاری داشتی با من؟ بله آقا، پدرم داره چا میکنه. گفتن شما بیاین نظارت کنین، مجوز بدین. تو نماینده من. آقا سعید قربان اومده، دستگاه گنجبم آورده. میخوام با نظارت شما دستگاه بزنن. اگه اجازه دادید بکنن. بریم. درگو با نظر مرمز شد. اونجا رو میکنیم. حالا چرا اونجا؟ این مشتی چاکن راست میگه. چای فاضلاب باید دور از خانه باشه. شاید یه زمانی بخواییم روی این زمین خانه بسازیم. با این کار با یه تیر دو نشان میزنیم. اینجا. بکنیم. خاله سلام آقای امیدوار. سلام آقا ندیر. صداشون رو شنیدین؟ نه آقا. چرا؟ گفتم که بشنوید، اگه خوب بود صدام کنید. آخه آقا هیچ کدوم حاضر نشدن بدون حضور شما بخونن. همه فهمیدن نظر شما مهمه. باش بگو بخونن. بفرمایید شروع کنین. سالان سال تیکه پرنا شونیشینی نقل شب رینا چندی تی سر سختی دبور رینا تی مدبوری زور زوری بوی رینا رینای گل عشق بری رینا همش میداد دل داری رینا خانم فراموش بنکنی رینا هم هچ هچی خاموش بنکنی رینا بشنو و سمتی تقدیر ای رعنا گه پر نبو تی تقصیر ای رعنا رعنا گل عشق بری رعنا همش می یاد من دری رعنا. آقا به خدا بهروز معرفش کرد. ببخشید سرما خوردم. سلام، چند نفرین؟ فقط 10 نفر. دیگه حسن جان میشی. چرا آقا جان میشی؟ بشینین ببینم.
پرورده آقا معلم. دست شما درد نکنه. ممنون. برای سلامتی آقا معلم صلوات. مشغول شیخ. سلام آقای دکتر، نیستی؟ سلام یونس، نیستی؟ دکتر نیست. بله. میدونی کجاست؟ مرده. اه. زبونتو گاز بگیر. الاغ من. آها. الاغت. خب خودت درمانش کردی دیگه. بنویسم. فردا بیا سر کلاس. باشه. باش. سلام. سلام آقا، چه عجب یاد ما کردیم. سلام خانم، باکی ارادت داریم خدمتون. دکتر نیست؟ زده به کوه. میدونین که هر وقت حالش خوش نیست میزنه به کوه. زیاد بهش سر بزنیم، یکم بد حاله. امشب میام برای شام درست میکنم. هرچی میخواییم بگیم من درست میکنم. نه خانم، شما چرا زحمت بکشیم؟ میرزا قاسمی درست کنم؟ بانان تنوری، بهترین نان دنیا رو شما میپزین. دکتر دیگه باید پیداش شه. پس من برم مقدمات کار رو بچینم، یعنی پلو بپزم. برنج رو نیم ساعت بذارین خیس بخور. چشم. ما با ستار بریم مامان. نه، همه با هم میریم. ده دقیقه دیگه دم میکشه. یه دقیقه بیا اینجا بشین، کارت دارم. چشم. بفرما، در خدمتم. بعد از من حواس دو مال خانم و بچه ها باشه. چی؟ درست شنیدی. نمیخوام نظیر براشون درد سر درست کنم. شوخی نکن دکتر، ما رو اینجا کاشی، حالا حرف از رفتن میزنی؟ قول بده. من قولم رو میدم، ولی این قول هیچ ربطی به حرف رفتنت نداره. بفرمایی. سلام. بفرمایی. سلام. بح بح، چه عطر و بوی. نان تازه و داغ. واسی مشخصمون نوشتیم بچه ها. خیلی خوش آمدی تو را. چه خبر از آقا خان؟ خوبه، حرف تو نمیزه. واقعا؟ بله، برای همینی که در خدمتم. خدمت از منه. بفرما بالا، در خدمت باشی.
این مرد رو میشناسی؟ نه، اولین بار اومده خونه ما. ظاهرن که با آقات خیلی رفیقه. به نظرم آقام ازش حساب میبره. اونجا بشده آقا بسم الله برای لایکم و کسی هست به بزرگواری خود ببخش دست شما در نکنم دست خانمم در نکن پس سر گذاشتم رفتم آره یه سه ساعتی خوابیدی شب چشم رو هم نذاشتم سایلو با دقت درون گونی های فندق جاسازی کنید فکر خوبی کردی فندق ضربه گیری دی با این حال باید دقت کنید خطتون خاموش بود مجبور شدم خودم بیام پای زود برگردم چی شده؟ آقا تو انباری طویلمون یه آقا اومده به نام تراب با پدر مسلم و کریم میخوان عتیقه ببرن شهر با چی میبرن؟ به شعبان خبر دادن یعنی شعبانم با اونه هم دسته؟ نه آقا فکر میکنه بارش فندقه باشه تو سریع برو بر لوح